بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة الأحباب أنسيت بعدي خلة الأحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي بمرقي من مقوع عهدي جوانيس. ما هو شما عزي پند بگیریم که اینمی قبرستان از برادر، اینمی جایگاه کل ما و شما هست برادر عزیز. بیاین برای قبر خود آمادگی داشته باشیم، از حرام دوری بکنیم، اولاد خود به طرف راه مثبت سوق بدیم، در کار دین سهم بگیریم، در بنای مسجد سهم بگیریم. حداقل 4 نفر مسلمان بالای قبر ما شهادت بدن که پروردگار اینه مغفرت بکنه. بجز حق جمله موجودات فانیست. اولادی که تو تربیه کردی حاصلش چی هست؟ حاصلش چی هست؟ امروز ما و شما کل ما شاهد بودیم که بی بی آجی والدی آب صاحب خداوند مغفور و مرحوم بگردانیشن. الله جل جلاله دروازه های جنت برش باز بکنه. امشب اولین شبی که در قبر است، الله جل جلاله قبرش رو نوار بگردانه. امروز هر مسلمانی که میامد خب باقیات صالحات داشت برادر عزیز، اگرچه شوهرش وقت فوت کرده بود، لکن اولادای خود را تربیه کرد، خدمتکارای دین تربیه کرد. از خود پرسان بکنیم آیا ما اولاد تربیه کردیم که فردا خدمتکار دین باشه؟ سی تیزش رزم و پیکار و جهاد است. زن جنتی رو برای ما قصه شکردن، گفت استاد ای زن 24 ساعت پیش تلویزیون ششته بود، یک روز یک سیدی اسلامی را شنید که اگر دخترای ما فلم سیل میکنه و رقص سیل میکنه در روز آخرت مادر محاسبه میشه. تلویزیون از 2 منزله تاک بابی اولادا باید زمین انداخت میدن میگیش کرد. علامت انسان جنتی است دیگه، مجردی که نمیفهمید مجرد که فامیل تصمیم گرفت. لیکن بسیاری کسا هست خوب در مسجد گوش میگیرن، لیکن از مسجد که برآمد اولین چیزی که در موترش چالان میشه خواندنا هست. جوانیست
یقین دارم شهاد. تا اون روز من از این پیش خانه ما از این کلکین سر داشتم، اما تا از این بیرون صدا آمد ماسومه سلسله دار. من افتم سر که بیچاره دو سال پیش مرده، تا بال در دفتر اموال از یه روز ماسومه سلسله دار روشه شده میگیره. همین چیزا مانده دیگه، خانده ساز و هر روز که خانده میشه در دفتر اموال از این هر کسی که از این استفاده میکنه میشه. امی کسایی که تلویزیون ها فیلم های خراب میسازن، مسئولین تلویزیون باید بفهمند که اگر بمره هم تا روز قیامت اینمی تلویزیونی را که تو ساختی، همی فیلم های ایندی را که تو دوبله کردی، تا روز قیامت در اعمال تو هر کسی که ببینه نوشته میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران محترم، برای انسان بسیار ساده و آسان است که درباره مرگ انسان دیگه صحبت بکنه و اکثرا غفلت انسان هم در این نقطه هست که انسان غافل همیشه در فکر ازی است که فلان شخص فوت کرد، خدا ببخشش، فلان کس دفن کردیم، خدا مغفرتش کنه، فلان نفر شهید شد، خدا شهادتش قبول بکنه. همیشه انسان درباره مرگ دیگر را صحبت میکنه. انسان‌های هوشیار و بیدار در مرگ هر کسی دیگری که اشتراک میکنه، مرگ خود به یاد میره. یکی از این انسانهای هوشیار و دانشمند حضرت سعدی شیرازی هست. سعدی وقتی درباره مرگ فکر میکنه و میخواهد درباره مرگ صحبت بکنه و برای ما و شما هم یک درس و پند میده که انسان هوشیار خود مخاطب قرار میده. سعدی میگه: ای دل، تو را ندای مرگ هم شنیدنیست، صبح اجل ز مطلع عمرت دمیده نیست. او نمیخواه که دیگرها را نصیحت بکنه و انسان هوشیار درباره دیگرها فکر نمیکنه، خود مخاطب قرار میده، خود ملامت میکنه، درباره مرگ خود صحبت میکنه. ایدل به خود میگه که ایدل، تو را ندای مرگ هم شنیده نیست، تو هم یک روز ندای مرگ میشنوی. یک روز میشه که مردم درباره تو میگن که فلان شخص، خودت متوجه باش. ای دل، برای دل خود میگه که ای دل، تو را ندای مرگ هم شنیده نیست، صبح عجل ز مطلع عمرت دمیده نیست. یعنی روز صدا میشه که خودت مردی و در هر صبح که صبح زندگی را آغاز میکنی، یک روز است که او صبح عجل خودت است. صبح عجل ز مطلع عمرت دمیده نیست. پس تو فکر نکن که من زنده هستم، فلان نفر را دفن کردم، فلان نفر را به خاک سپردم،
فلان نفر خوب آدم بود، فلان نفر خراب آدم بود. همیشه انسان‌های غافل، همین مشکل ما هست. همیشه در طرف خود خودم خلاص زغوندی خیر شیشتیم، من دیگه جنتی هم هستم، ما آدم خوب هم هستم، من مشکل هم ندارم، من مرگام برم نمیه، اگر میگم عذاب قبر هم برای دیگر هست، سختی هم برای دیگر هست، سکرات هم هست. نه، انسان همیشه از دیگر ها صحبت میکنه، فلان خوب آدم هست، فلان بد آدم هست، فلان بسیار غیبت میکنه، نه ولی فلان بسیار خوب شریف آدم هست. اما هیچ وقت همی انسان خود مخاطب قرار نداده، آیا من خوب آدم هستم؟ آیا اگر من از مرگ صحبت میکنم، اگر خود من محاسبه شوم، آیا من میتونم که جواب رب ذوالجلال بتم؟ آیا من آماده هستم بر مردن؟ آیا اگر ایواز می متوفایی که امروز به خاک سپردیم من می بودم؟ آیا امی حضور که بالای قبر از این مردم شهادت میتن که خوب آدم بود و خدا ببخشش، اگر ما بمرم من مردم چی خواد گفتن؟ و خواد گفتن که خدا ببخشش، و یا خواد گفتن که لعنت خدا سر از این رشوت خور، از من رشوت گرفته بود، لعنت خدا سر از این اختطاف چی پدر من اختطاف کرده بود، لعنت خدا سر از این غلام غلام امریکا بود، لعنت خدا سر از این انسانی انسان غدار بود، انسان سر فامیل خود توجه نداشت، دشمن دین بود، دشمن خدا بود. ما هر کس متوجه خود باشه، ای دل تو را ندای مرگ هم شنیدنیست، صبح اجل ز مطلع عمرت دمیدنیست، بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناز، زیرا که از این جهان تو به کلی بریدنیست. برای خود میگه که ای دل ما، ای نفس ظالم ما، هر روز برای ما پلان میتی که خانه چند منزله جور کلا، لیکن یک روز نمیگه که خانه چند منزله را از کدام پول جور کردی، چند خشت ازی از حرام است. بر تخت ناز، ای تخت را که هر روز فرمایش میتی که باید تخت بسیار لکس باشه، تخت بسیار مقبول باشه، به این تخت مناز، ای نفس ظالم من، بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناز، زیرا که از این جهان تو به کلی بریدنیست. یک شاعر دیگه میگه چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چی بر تخت مردن چی بر روی خاک، وقتی که حضرت ملک الموت بیایه و اونجا دست خدا در گلوی تو بانه و اونجا نفس تو قید شوه، باز اینجا اگه بالای سر تخت هم باشی و سر تخت بسیار لکس هم باشی و یا سر خاک باشی، هر دویش مساوی است، باز هم امو است. حضرت بی بی عایشه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای سر خود جا میرمانده بود، در وقت جان کندن دست خود در اونجا میمان، باز هم میگرفت و روی مبارک میزد و میگفت که بر موت سکرات است، لحظات جان کندن است. ای دل مکن گناه، بر خود میگه هر کس باید خدا مخاطب قرار بده، هر کس کلاه خدا پیش روی خود بانه و هر کس خدا محاسبه بکنه که اگر مرگ ما برسه ما چی خواد کار کرده. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است، بر خود میگه که نکو گناه، از خدا بترس، از خدا بترس، نکو گناه، نکو نافرمانی الله جل جلاله. عروسی میکنی 400 نفر میده محفلت، برای کلش تو 500 دادی که ساز بیارن و اونا را خوشحال بسازن، ولی در روز قیامت می 400 نفر دوست تو که من حیث دوست برش کارت روان کردی، از حرام پیسه جمع کردی، برش ساز آوردی، خوراکای بسیار خوب دادی، اینمی 400 نفر دوست تو و 400 دشمن برای تو مبدل میشن و در روز قیامت میگن که یا الهی فلان شخص، فلان آجی صاحب پیسه ساز ای داده بود و 6 ساعت مارم مصروف در ساز و رقص کرد، 400 دوست
به 400 دشمن مبدل شد. ما بسیاری کسا را در زندگی خود دوست خود فکر میکنیم. اینمی کسی که دوست به خاطر رضای الله نباشه، نان تام میخوره، او تام میخوره، در مجلس تام اشتراک میکنه، لیکن اینمی دوستای تو در روز قیامت شاهدای میباشه که در پیش رب ذوالجلال استاد میشه. دوستت که از خانمت است، اگر خانمت به طرف دوزخ ببرن، چرا کاسیات و ناریات بودی؟ چرا سرت لج بود؟ چرا آستینایت برهنه بود؟ چرا در مقابل مردای نامحرم آرایش کرده بودی؟ چرا فیلمای ویدیویی آروسیت در خانه های مردم پخش شده بود؟ امی زن صدا میکنه که یا رب ذوالجلال شوهر من مؤاخذه بکن. امی بود که برای من تکر آورده بود، امی بود که رفت برای من پنجابی آورد که در پنجابی بسیار خوب معلوم میشی، امی بود که مرد از گرفته برد پیش خیاط و مرد نامحرم شانه مرد متر میکرد و این شوهرم پیسه میداد. الهی تو خوزات عادل هستی، این مرد خود کل صلاحیت داشت. اگر برای اولاد گفته شده که تو طفل در روز قیامت امی بچه جوان شده و کلمات کفر میگه، در خاندان های ایندی اکثریت خاندان ها را که بشنوین شرک و کفر است و ایور تکرار میگه، ای بچه جوان وقتی که به طرف دوزخ ببرن و پدر از این چندین مرتبه حج کرده و نماز خوانده و عبادت کرده و مستحق جنت است، بچهش از یخنش میگیره و میره کشش میکنه پیش پروردگار که الهی پدر ما بود که برای ما فیلم و تلویزیون مانده بود، پدر ما بود که برای ما اون دعا را معرفی کرده بود، پدر ما بود که مرا به گمراهی کشان و من نماز نمی خواندم، برای من نمی گفت که بچه‌م نماز بخوان. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است، اعمال نیک کن که قیامت رسیدنی است. نکو گناه، از خدا بترس. آدم هوشیارونیست که از حرام پیسه پیدا میکنه بر اولاد خود میده. گوشتی که از حرام تغذیه شده باشه بدون آتش دوزخ با دیگه چیز پاک نمیشه. مسلمان چرا بی خبر هستی؟ ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است، از مرگ کلگی خبر داری لکن از مرگ خود بی خبر هستی. امروز بسیاری کسا هست، امروز در افغانستان اگر باز بسیاری مردم ها وضع گپا را بگویی، خوب میگه ما آدم مسلمان هستم با تقوا هستم. در همین افغانستان سجده به مخلوق میشه، سجده بر مخلوق میشه. شما در می زیارت ها برین، در زیارت ها برین، آسانترین کار سجده کردن به مخلوق است. در مقابل قبر صدها نفر سجده میکنن. امروز شما برین پیش دوکان هر جادوگر صد زن مسلمان پیش جادوگر ششته و او در تاویز خود نام بت نوشته میکنه. در اکسن فپوانتون درس میدادم، گفتن استاد تاویز چی مانا؟ ما گفتم تعویز و از نگاه لغوی عوذ یعوذ تعویزن به معنای پناه جستن است و پناه دادن است. عوضهو پناه دادش. ما شما میگیم که اعوذ بالله. خیلی تعویز چیست؟ یعنی پیش هر کسی میری، هر کس در تعویز هر چیزی که نشته کرد تا را به مو پناه میتن. شما تصور بکنین که اوندو در تعویز خود تا را پناه به کی میده؟ اوندو در تعویز خود پناه میده به بگوان، پناه میده به بت. در بین تعویز خود نامه های وشنو، نامای بت‌ها را معبودان باطل خدا نوشته میکنه.
و مسلمان میره از پیش از این تاویز میگیره. این معسل ما بیچاره بچه جوان خیساساتی است، وقتی که یک پار ای فامید رفته دیده که یک مسلمان که زن خود شیشه پیشوندو، از اون دو تاویز میگیره. ای برش گفته برادر پیشوندو از اون دو تاویز نگی، ای خب نامای بتا را نوشته میکنه، وقتی که تاویز گرفتی تو را کافر میسازه. ای اون دو برش میگه که ای خب وهابیست، وهابی گفت پذیر گوش نگی. حالا در افغانستان اون دو چه خوب چل پیدا کرده، اگر توحید بیان کردی اون دو میگه که وهابیست، باز مسلمانای ما گپ اون دو را تکرار میکنه. اگر برش بگوی که پیش قبر سجده نکو، سجده عبادت است، ایاک نعبدو پنج وقت در نمازت میخوانی، پیش اوندو از اوندو تاویز نگیر، از این جادوگرا نگی، به خاطر که جادوگرا کلش کت شیطان ها ارتباط دارن. با وجود از این هم وقتی که برشان بگوین اینا باز بسیار خوب گپ پیدا کردن، میگه والا صاحب اگر پیش فالبینم بری کس چیز بگه میگه وهابیست، اگر پیش جادوگرام بری میگه وهابیست، پیش اوندو هم که رفتی وهابیست. یعنی استغفر الله العظیم، اگر امروز رسول الله صلی الله علیه و سلم به این مردم تبلیغ میکرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام وهابی معرفی میکرد. چرا که رسول الله صلی الله بر مردم میگفت که به بت سجده نکنین، رسول الله صلی الله میگفت که ایاک نعبد و را عملا در زندگیتان تطبیق بکنین. ایدل مکن گناه. ای مسلمان، سعدی برای خود میگه که نکو گناه، نکو مخالفت امر الله جل جلاله، نکو پیسه تدرای شیطان مصرف، نکو اولادای تا به بتپرستی عادت نتی، نکو غرور، نکو تکبر، نکو قوم پرستی. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است، اعمال نیکن که قیامت رسیده نیست، اعمال نیکن که قیامت رسیده نیست. بعضی کسا وقتی که از قیامت برشان صحبت شده، او فکر میکنه والا قیامت دیگه خدا هم 30 سال بعد بیاد، 40 سال بیاد بیاد. پیغمبر هستم چی میگه؟ من مات فقط قامت قیامت رو، مجرده که انسان فوت کرد قیامت از او شروع شد دیگه. رابطهش با دنیا ختم شد دیگه، عمل نیک کرده نمیتونه دیگه، نماز خوانده نمیتونه دیگه، توبه کرده نمیتونه دیگه، کار کرده نمیتونه. خوشا به حال کسی که صدقه جاریه داشته باشه، و در افغانستان صدقه جاریه بسیار کم است. در افغانستان به خاطر از اینکه ختم ریایی است، شوجمگی ریایی است، فاتیا ریایی است، نان عروسی ریاکاری است، یا صدقه جاریه نیز بیادر، بسیاری کسا خدا بازی میتن. صدقه جاریه ای است که یک کس مدرسه بسازه، مسجد بسازه، با مدارسی که تعلیم دین است امرای از او کمک بکنه. اما ای که ما این قسم خیرات هایی که آل فیلن در افغانستان میکنن، ای بغیر از ریاکاری، بغیر از ای که گناه شوه، ثواب نداره برادر. بخاطر از ای که در اونجا فقیر متوجه فقیر کس نیست، متوجه مسکین کس نیست، فقط رواج است و عادت است و قوم پرستی است و عبدالزاده هست و ایگه ناست. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است، اعمال نیکن که قیامت رسیده نیست. باز سعدی به نفس خود خطاب میکنه، خود خطاب میکنه، چون کل نفس ذائقه الموت حکم شد، میدان یقین که شربت مرگت چشیده نیست. برای نفس خود میگه وقتی که الله جل جلاله حکم کرده که کل نفس ذائقه الموت، هر کسی که نفس داره این شربت مرگ میچشه، چون کل نفس ذائقه الموت حکم شد، میدان یقین که شربت مرگت چشیده نیست، حتما میمری. خود خطاب میکنه خیز کن ای فلان، و غنیمت شمار عمر که این مرکب حیات ندائم دویده نیست. بخیز، حرکت کو، کار کو، برای آخرتت آمادگی بگی، چون مرکب حیات ندائم دویده نیست. برادر عزیز،
مرگ در وقتی میایه کسایی که سرطان میشن، ای کسایی که روز به روز احساس میکنن که من میمرم، اینا مردم های بسیار خوشبخت هستن، بسیار نیکبخت هستن. چرا خوشبخت و نیکبخت هستن؟ به خاطر از این که او میفهمه که من میمرم، او میفهمه که این وزن من کم شد، این خوراک کردن نمیتونم، این دکتر جوابم گفت، بالاخره توبه میکنه، استغفار میکنه، گناهش بخشیده میشه. اما بدا با حال کسی که الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهان می، ناگهان می. و القبر صندوق العمل، و قبر چی هست؟ صندوق چی؟ اعمال است. هیچ چیز دیگه به درد نمیخواد. باور بکنیم برادرای عزیز، دیروز من خودم این مرگ تجربه کردم. دیروز من خودم بالفعل مرگ تجربه کردم. در این پیش پلخشتی رفتم، اینجا دکترها مرا گفتن که گوشت های دیگه نخو، اگر گوشت دلت میشه گوشت ماهی بخو. خودم کل گپ های دکترها رو نصفش قبول میکنم نصفش نمیکنم. عمل دیگه من رفتم یک چند کیلو گوشت ماهی گرفتم، اینو گرفتم این طرف که آمدم بسیار تشنه بودم، گفتم خلاص حال تشنه هستم، رفتم یک گلاس کشمشو خوردم. کشمشو خوش با من گفتم اینو کمی خوردم، در این کشمش از یک دانه چوبک بودم. این چوبک اینمی قسمت انسان کس بسیاری وقتا وقتی که انسان سلفه میکنه باز میفلانی رو یاد کردی، دروغ است، مردم های خرافاتی گپ میزنن. این در حقیقت اینجا الله جل جلوه همینجا در بین دو نل است، یکیش به طرف شش رفته و یک نل دیگه به طرف میده رفته، و در سر از این چون از بالا هم یک نلمه اینجا جدا میشه، در سر درایی الله جل جلاله یک ترافیک اتومات اینجا خلق کرده که امین نلچه یک اتومات وقتی که تنفس میکنی رای میده را بند میکنه، هوا میره طرف شش، و وقتی که غذا میخوری اتومات رای شش را بند میکنه، غذا میره به طرف میده. حکمت الله جل جلاله، نعمت الله جل جلاله. اینمی چوبک طرف دمین نلکه که من بند مانده بود، بعدم سلفه میکنه تا که پس همی بپرم. یک دفعه سر دمی پیش پلخشتی نفس من قید شد، حال نفس میکنیم سلفه کردم میرم، هم تا ایران ماندیم. آخر ایران من گفتم اگه من در بین جوی بفتم مردم بگه خدا می چی میکرد که در بین جوی افتاد، نام بدی داره. اما تو دویده رفتم دمی داخل مسجد دارم، گفتم اگه در مسجد مردمم خواهد اقل میگه که برو فلانی خان در مسجد مرده که حالا در روی چارایی آل سب سینما ما کم گیسی. رفتم سایب در این وضو خانه از امون دمک در وازی او طرفش کست این وضو خانه در این دم راست سایب همینجا رفتم آل روی مسئله میکنم که عشقای اینجا روی یک تک عرق کرده عشقای با متو جیریان یا پروردگاره یا پروردگاره آزین کم کم هم داریم زدن که بالاخره یک کمکی جای تنفس پیدا شد، یک دو نفس، سه نفس، چهار نفس، پنج نفس، شش نفس. اونم اون لحظه مدام دو دقیقه سه دقیقه باور بکنین مرگ خدا به چشم خود دیدم. و اگر اونم را بند میشد الکل تان میمده او فلانی استاد دایی آ مرد بیچاره در کجا در مسجد بلغش آ والا خوب آدم بود آ چق 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 آ چق چق با چاش که اصلا نه بر مسئله با حاجی صاحب پریز از برش یک کباب از هتل بیارین فلانی کربلایی خان که صاحبی او خوب باز فرمایش که باز کس نا قسم مردی تو نیست کلا یه دقیقه مزی است که چی بخورا بخورا یک خیمه که بر ماس بیارین و دیگه میگه صاحب من پریز هستم بر ما ایره بیارین و دیگه اینه صاحب کلگی و من مات فقط قامت قیامته مجرده که مرگ تو آمد قیامت تو شروع شد. خیز کن ای فلان و غنیمت شما رو عمر عمرتا امیل که اعظمی قبرستان موتو تیر میشه مرده ها وقتی که ببینه بر ما میگه که او مردم غافل وقت داری وقت تا در راه مصرف میکنی که لعنت خدا را برات جذب میکنه، وقت داری وقت تا در معصیت الله جذب میکنی، وقت داری وقت تا به کار مصرف میکنی، ای کاش وقت ما میداشتیم یا رب. او کسی رو که تو دوست حساب میکنی و تو رو به گمراهی میکشن
در روز قیامت هم دو صدا میکنه که یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من این نفر دوست خود نمیگرفتم، لقد اضلنی عن الذکر، اینمی دوست ما بود که مرا گمراه کرد، اینمی دوست ما مرا به طرف سگرت کشان، اینمی دوست ما مرا به بی‌نمازی تشویق کرد، اینمی دوست ما مرا به بی‌حیایی تشویق کرد، اینمی ما دوست ما مرا به غلامی تشویق کرد. پروردگارا یا لیتنی لم اتخذ فلانا، و اوجا باز یا لیتا و کاشکی کاشکی باز به درد انسان نمیخوره. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، باز من یا کاشکی من فلانی نفر دوست خود نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر، وا امی دوست بدبخت من مرا از یاد الله غافل ساخت. خانه‌اش رفتم برام فلم این دیر چالان کرد، خانه‌اش رفتم برام کست خواندن آرمان، خانه‌اش رفتم برای من غیبت شروع کرد، خانه‌اش رفتم برای من گمراهی رو برای من راهنمایی کرد. امروز بسیاری کسا هست، انسانهای بسیار خوب هستن، ولی متاسفانه با داشتن دوستهای زشت از صف مؤمنان میبره. صبح مسلمان است، شام کافر است. مثالش چیست؟ صبح مسلمان است که اعتماد از صف مسجد نماز میخوانه، مسلمان است. خوفتان که در تلویزیون سوال کنی، میگه موجودیت پایگاه های قوات های امریکایی در افغانستان تایید میکنم. کسی که پایگاه نظامی امریکا را ساختنش در افغانستان تایید میکنه، این دشمنی خود با خدا اعلان کرده و دوستی خود با کفر اعلان کرده. نعره تکبیر الله 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 جل جلاله چی میگه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء، مسلمان ها کافرا را دوست خود نگیره. آیا تو که میگی پایگاه نظامی امریکا در افغانستان باشه، دوستت کدام کافر را گرفتی یا مسلمانه؟ کافر است دیگه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله میگه برادرای عزیز، الله میگه در هر صف یک جاسوس از جاسوس‌های عزیز، گپای ما نیست. یکان جاسوس ها باز گپای ما را میشه در سبت میکرد، سبت که ما تایر کسید سیدی برک میدیم ببر بان پیش آمرد. الله میگه، بازی میگه تو میگی، مفتم احمق، من نمیگم. الله میگه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. برادر عزیز، ما به خاطر ازی با صراحت که حتمی زنم بیازی دیروز مرده بودم، بیازی دیروز مرده بودم. یک قسمی که آدم داد بستر بمره در پیش پلخشتی بمره، چرا همون تا سم صفا سطره سم نمره. این حاله الله جل جلاله چی میگه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ای مسلمان مرگ داری. برادر عزیز، واقعیت ها باید گفته شود. این مسجد 50 سال بود است. کسایی که 50 سال پیش این مسجد نماز میخواندن کلش فوت کرده، و 50 سال بعد ما بود کل ما زیر خاک هستیم. 100 سال بعد خب کل ما و شما گله ما جمع است. لکن برادر عزیز، کاری نکنیم که در روز قیامت در پیش الله جل جلاله مسئول باشیم. الله چی میگه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن در زبان عربی به معنای هرگز است. هرگز ابدا راضی نمیشه از تو یهود و نصارا. یهود کی هست؟ اسرائیل. نصارا کی هست؟ ناتو، امریکا و اروپا. هرگز یا از پیش تو راضی نمیشه، حتی تتبع ملتهم، تا وقتی که ملت از اینا را متابعت نکنی. ملت یعنی دینشان، یعنی عقیدهشان. و روزی که کفر از تو راضی شد، بفهم که او روز از دین اسلام برآمدی. و کسانی که پایگاه های امریکا را در افغانستان تایید میکنن، یعنی برادر عزیز بدون شک از دایره ایمان میبراید. چرا؟ چرا؟ محبت با کفر کفر است، رضایت با کفر کفر است.
در یک بلست خاک اسلام اگر یک بیرق کفر بالست شود، ولو که یک بلست هم باشه و مسلمان راضی شد از دایره ایمان میبراید. قرآن میگه لن تردا، هرگز از پیش تو یهود و نصارا راضی نمیشه. و روزی که یهود و نصارا را دوست خود گرفت و گفت که من از تو راضی هستم، در ایمان عبدالعظام شهید میگفت، میگفت برادرای مجاهد فکرتان باشه روزی که کفر از تو راضی شد، امو روز در ایمان تجدید نظر بکن. برادر عزیز، هوشیار کسی نیست، هوشیار کسی نیست که خوب رشوت میخوره خانه چند منزله جور کردن. تو رشوت خور در قبر، در روز آخرت برای بچهت خانه سی منزله میمانی، لکن بچهت اگر به خاطر خانه سی منزله به دوزخ بره، میگه پروردگارا پدرم این خانه را جور کرده بود. اولاد دشمن انسان میشه در صورتی که مخالف امر الله جل جلاله تغذیه شود. یک صحابی مبارک آمد، حال بسیاری مردم ها هستنه، بسیار در گپ زدن شیرین شیرین گپ میزنن، حتی بسیاری وقتی که گپ بزنه بسیار خوش آدمه، لکن در حرام خوری هم خوب پخته حرام خور است. سعدی باز چی میگه؟ چون کل نفس ذائقه الموت حکم شد، میدان یقین که شربت مرگت چشیده نیست. وقتی که کل نفس ذائقه الموت گفته شد، میدان یقین، با یقین بفهم که شربت مرگ میچشی. لکن مرگ میایه، وقتی که مرگ میایه چی کنیم؟ از خود آدم هوشیار پرسان کنه، اگر امیل لحظه مرگ ما بیایه، آیا ما جنتی سیم یا دوزخی؟ آیا ما به جنت خاطر رفتم یا به دوزخ خاطر رفتم؟ برادرای عزیز، جگرتان خون نکنین که برای بسیاری کسا مسئله میگی گپایت قبول نمیکنه. من یک جای شیشته بودم، یک کسی گفت والا استاد سر چند نفر گپایت تاثیر کرد، سر چند نفر دیگه هیچ تاثیر نمیکنه، هیچ چطور داره؟ من گفتم مترس خو، الله رسول الله سمیه که یک تعداد را الله جل جلاله برای جنت خلق کرده و یک تعداد دیگر را الله جل جلاله به دوزخ خلق کرده. در هیچ شک نیست که یک تعداد برای جنت خلق است و یک تعداد دیگر برای دوزخ خلق است. جنتی کی هست؟ دوزخی کی هست؟ کی برای جنت خلق شده؟ کی برای دوزخ خلق شده؟ جنتی کسی است که وقتی برش حق گفته شد، الله برش توفیق میده به طرف حق میره. زن جنتی رو برای ما قصه شو کردن، گفت استاد این زن 24 ساعت پیش تلویزیون شیشته بود، یک روز یک سیدی اسلامی را شنید که اگر دخترای ما فیلم سیل میکنه و رقص سیل میکنه، در روز آخرت مادر محاسبه میشه. تلویزیون از دو منزله تا که بابی اولادا باید زمین انداخت، میدن میدش کرد. علامت انسان جنتی است دیگه، مجرد که نمیفهمید، مجرد که فهمید تصمیم گرفت. لکن بسیاری کسا هست خوب در مسجد گوش میگیرن، لکن از مسجد که برآمد اولین چیزی که در راه موترش چالان میشه خواندنا هست. دریور است، دست راستش هم عکسای زنای برهنه است، دست چپش هم است نمازه که اینجا خوان، اینجا نماز که تمام میخونه، در داخل موتر خود کار شیطان میکنه. برادرای عزیز، فقط آدم هوشیار یک کار بکنه و اوی است که آیا ما در راه جنتی ها روان هستم و یا در راه دوزخی ها. و اگر خود انسان خودش خود محاسبه کنه، این بسیار ساده هست. خود انسان که بر خود لست برده، امروز ما چی کار کردم که کار جنتی ها باشه و چی کار کردم که کار دوزخی ها باشه. هر کس خودش میتونه خود اعمال خود محاسبه بکنه. بالاخره سعدی چی میگه؟ سعدی در این قفس کی توان داشت مرغ را؟ روز قفس شکسته و مرغش پریده نیست. انسان اگر یک مرغ روح به یک مرغ تشبیه کرده که در این قفس سینه مثل یک مرغ واره هست، روز قفس شکسته و
تا چه وقت این مرغ در بین از این قفس بندی میکنی؟ سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، روز قفس شکسته و مرغش پریده نیست. برادرای عزیز، بین سر اعمال خود تجدید نظر بکنیم، بین که اعمال خود ما محاسبه بکنیم که اعمال جنتی ها هست و یا اعمال دوزخی ها هست. خوشا به حال انسانی که صدقه جاریه داشته باشه. صدقه جاریه چی هست؟ اولاد نیک داشته باشه که اولاد نیک ازی برش دعا میکنه. صدقه جاریه ای است که انسان علم نافع می داشته باشه، مردم از علم از او استفاده میکنن تا روزی که از علم ازی استفاده کرد بر ازی ثواب از او میرسه. صدقه جاریه ای است که انسان مدرسه یا مسجد می سازه که اون مسجد و مدرسهش تا وقتی که در بین اون مسجد و در بین از اون مدرسه عبادت الله میشه و تعلیم دین میشه، بر ازی اجر و ثوابش میده. در غیر از او برادرای عزیز، مرگ انتقال از یک زندگی به زندگی دیگر است. مرگ انتقال از یک زندگی به زندگی دیگر است. منتها فرق این دو زندگی چی است که از بعضی کسا با مرگ دفتر اعمالش بسته میشه، از بعضی کسای دیگه است که با وجود مرگ هم دفتر اعمالش باز است، از بعضی کساس اعمال دارن با مرگ دفتر اعمالش بسته شد، دوسیش بسته شد، خلاص. بعضی کسای دیگه هست برادرای عزیز که با مرگ دفتر اعمالش بسته نمیشه، لیکن این دو قسم است. یک قسم کسایی است که اعمال نیک کردن، دفتر اعمال عزی با اعمال نوشتن اعمال نیک باز است، لیکن یک تعداد کسای دیگه هستن که دفتر اعمالش با اعمال زشت باز است. برادر، کسایی که امروز شما میشنوین بسیاری وقتا او روز مزیم پیش خانه مزیم کلکین سل داشتم، اما تو از بیرون صدا آمد ماسومه سلسله دار. من افتم سر که بیچاره دا سال پیش مرده، تا بال در دفتر اعمال از یه روز ماسومه سلسله دار روشه شدن میره. همین چیزا مانده دیگه، خانده ساز و هر روز که خوانده میشه در دفتر اعمال ازی هر کسی که ازی استفاده میکنه میشه. همین کسایی که تلویزیون ها فیلم های خراب میسازن، مسئولین تلویزیون باید بفهمند که اگر بمره هم تا روز قیامت، این همی تلویزیونی را که تو ساختی، همی فیلم های ایندی را که تو دوبله کردی، تا روز قیامت در اعمال تو هر کسی که ببینه نوشته میشه. ای کسایی که خواندن میکنن، ای کسایی که رقص میکنن، ای کسایی که شعرهای بیهوده میگن، ای کسایی که سینما میسازن، ای کسایی که دیسکو خانه میسازن، ای کسایی که کلبای بیلیارد و یارا میسازن، ولو که بمونه تا روز قیامت برازی چی میشه؟ تا روز قیامت تا که مردم از استفاده میکنن و این رو میشنون در دفتر اعمال زشت نوشته میشه. پس اوجه یکی باقیات صالحات است، یکی باقیات طالحات. باقیات صالحات از کسایی است که در راه دین خدمت کردن و تا روز قیامت. امروز مثلا اگر هر کسی در افغانستان بگوید که لا اله الا الله محمد رسول الله، به حضرت عمر و حضرت عثمان ثوابش رو جروان میشه، به خاطر از این که اونا سبب از این بودن که در افغانستان اسلام آوردن. هر کسی که کلمه بخوانه، هر کسی هر رکات نمازی بخوانه، یک کاپی از او در دفتر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر میره، در دفتر صحابه کرام میره. از این خاطر صحابه کرام دین فامیده بودن، اونجا 1000 یک لک رکاتی نمازهای خود اعلان کردن، اعلان کردن اینجا آمدن. چرا؟ چرا تو صحابی از اونجا میخیزی میای در افغانستان اینجا جهاد میکنی؟ به خاطر از اینکه اینجا مردم مسلمان شوند، به خاطر اینکه این صحابی که اگر در اونجا در مکه نماز میخوان یک رکاتش یک لک ثواب میداشت، با مرگش دفتر اعمالش بسته میشد. اما وقتی که اسلام در افغانستان نشد، که تا روزی که در افغانستان مردم کلمه بخوانن، یک کاپی کلمش، یک کاپی از اعمال ازو در دفتر اعمال ازو میده. شما فکر بکنید چند میلیون در افغانستان است و چند میلیون کاپی روزانه به دفتر حضرت عمر، حضرت عثمان، سبحان الله، رضی الله عنهم و رضوان. بعضی کساس خدا بازی میتن، میگه یک روزی یک کسی یک غلام داشت، بر غلام خود گفت تو برو گندم بکار. او برش گفت که صاحب
سعیس رفت جو کاشت. دیگر روز که مدرکمه او خانه خراب. چرا کارا کردی؟ گفت چی کردم؟ گفت تو خو جو کاشتی؟ گفت انشاءالله گندم حاصل میده. گفت تو دیوانه سی یا من دیوانه هستم؟ چطور امکان داره که جو بکاری باز گندم در او بکنی؟ گفت خیلی شما مسلمان ها چرا میگین که برو سای من نماز نمیخوانم باز جنت میرم، برو من سطر نمیکنم باز خدا میروان است، برو من اعمال نیک نمیکنم برو خیر است، اینجا نماز نمیخوانی احکام الله را تطبیق نمیکنی و اونجا میگی که من در جنت، این نماز تو که در اینجا خواندی اونجا برای تو درختی در جنت میشه و باغی در جنت میشه، اینجا هیچ چیز نداری و اونجا تقاضا میکنی. دیوانه من هستم یا شما؟ این مردکه فهمید که به خدای مردکه بسیار هوشیار است. راست میگه که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. اولادی که تو تربیه کردی حاصلش چی هست؟ حاصلش چی هست؟ امروز ما و شما کل ما شاهد بودیم که بی آجی والدی آبسه به خداوند مغفور و مرحوم بگردانیشن، الله جل جلاله دروازه های جنت برش باز بکنه. امشب اولی شبی که در قبر است، الله جل جلاله قبرش منور بگردانه. امروز هر مسلمانی که میامد خب باقیات صالحات داشت برادر عزیز، اگرچه شوهرش وقت فوت کرده بود لکن اولادای خدا تربیه کرد، خدمتکارای دین تربیه کرد. از خود پرسان بکنیم آیا ما اولاد تربیه کردیم که فردا خدمتکار دین باشه؟ آیا ما شهامت انی زن دارم؟ آیا ما شهامت انی زن دارم که در حالت سخت اولاد خدا به کدام طرف سوق داد؟ شما توجه داشته باشین که هر جایی که یک انسان یا یک شخصیت بزرگ پیدا میشه در عقب از او شیر مادر پاک است. مادر است که در شخصیت اولاد و پدر است که در شخصیت اولاد تاثیر دارد. از وقتی که ما میشنویم که فلان شخص، انسان از خود پرسان بکنه اگر ما بمرم امیم شما در قبر باشم. باور بکنین برادرای عزیز، ما کسایی را هم شویدیم مرد مرده خبرش به هر کس که رسیده گفته لعنت خدا دسترش، بترسیم که از او جمله نباشیم. از مرگ یک دوست پند بگیریم برای آینده خود، آمادگی داشته باشیم برای مرگ خود. خوشا به حال بی بی حاجی. بی بی حاجی سال گذشته، سال قبلش امرای ما در سفر حج بود. نحسب و ها کذالک ولا نزکی علی الله احدا. ما خب به این فکر هستیم که الله جل جلاله بالاش رحم کرد و تکلیفی که داشت هر روزی از تکلیف سبب محو گناه ها میشه، ولی با وجود از این هم ما و شما از این پند بگیریم که اینمی قبرستان از برادر، اینمی جایگاه کل ما و شما هست برادر عزیز. بیاین برای قبر خود آمادگی داشته باشیم، از حرام دوری بکنیم، اولاد خود به طرف راه مثبت سوق بدیم، در کار دین سهم بگیریم، در بنای مسجد سهم بگیریم. حداقل 4 نفر مسلمان بالای قبر ما شهادت بتن که پروردگار اینه مغفرت بکنه. برادر عزیز در روز جمعه یک ساعت است که او ساعت اجابه است، امیدوار هستیم که ساعت اجابت امی باشه. دعا میکنیم برای کلگی. الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و علی آله و اصحاب اجمعین. الهی پروردگارا اول خود ما را ببخش. الهی پروردگارا ما 24 ساعت در گناه و در معصیت مصروف هستیم. یا الهی تو بالای ما رحم بکن. الهی پروردگارا ای بی بی آجیه که امروز رحلت کرد او را به خاک سپردیم،
الهی پروردگارا قبرش روزه از روزه های جنت بگردن. الهی پروردگارا اگر مستحق عذابت باشه به خاطر ای که تمام عمر خودش و خانوادش در خدمت دین تو صرف کردن، پروردگارا امی اعمال نیک از اینا را بر تو شفی میگردانیم پروردگارا، توسط اعمال نیک از اینا بالاش رحم بکو پروردگارا. الهی اگر در مغفرت باشه درجه و منزلتش پروردگارا بلندتر بگردان. الهی پروردگارا تمام مادرای مسلمان ها را توفیق نصیب بکو که مثل زی و رموت مادر مجاهد باشن، اولاد با دیانت و دایی تربیه بکنن، اولاد مجاهد و دعوتگر اسلام و خدمتگار اسلام تربیه بکنن. الهی پروردگارا هر کسی که دوستی کفار اختیار میکنن اگر قابل هدایت هستن و گپای ما سرشان تاثیر میکنن و قرآن و حدیث سرشان تاثیر میکنن و دوباره از اشتباه خود بر میگردن، الهی پروردگارا هدایت نصیبشان بکن. و کسانی که کفر بر اسلام ترجیح میدن و قابل هدایت نیستن، پروردگارا مثل شداد و نمرود و فرعون هلاک بگردانشان و ملت مظلوم ما را از شرشان نگاه کن پروردگارا. الهی در افغانستان پرچم و بیرق لا اله الا الله را افراشته داشته باش. الهی هر کسی که به ضد وطن ماست، به ضد دین ماست، به ضد قرآن است، به ضد اعلای کلمت الله است، الهی پروردگارا اگر قابل هدایت است هدایتشان کو، و اگر قابل هدایت نیستن پروردگارا نیست و نابود بگردانشان. الهی افغانستان قبرستان برای ناتو و امریکا بگردان. الهی روی آرامی را نصیب از اینا نکو پروردگارا. الهی این خاک خاک یتیماست، خاک شهداست، خاک بنده های مظلوم است. الهی ما مظلومیت خدا برای تو پیش میکنیم پروردگارا، خودت از این ملت از این جوانای ما مجاهدین بگردان که زمین افغانستان بر امریکا آتش بگردانن. الهی نابودی امریکا مثل نابودی اتحاد شوروی شروع شدن، ضعف اقتصادی شوروی که آغاز شد، شوروی سقوط کرد و امریکا هم امروز هر روز اعلان میشه که 200 نفر 500 نفر از کار کشیدن، گدایی و فقر شروع شدن. الهی ایالات متحده امریکا را هم مثل شوروی وار پارچه پارچه بگردن. الهی ای پیروزی را و ای افتخار نصیب مردم افغانستان بگردن. الهی ما عاجز هستیم، ما امکانات نداریم، لیکن الهی تو با ما باش و تو که با ما باشی ما بالای همه پیروز هستیم. الهی پروردگارا تمام مریضای اسلام پروردگارا شفا نصیب بکن پروردگارا. الهی مجاهدین اسلام در هر جایی که هستن و در خدمت دین هستن پروردگارا برشان نصرت و کامیابی نصیب بکن. الهی بندیای اسلام که در زیر دست این ظالما هستن پروردگارا به لطف و کرمت از ظلم ازنا اینا را نجات بده. الهی پروردگار، الهی مرده های ما را ببخش، الهی پدر و مادر ما را ببخش، مادر کلان و پدر کلان ما را ببخش. الهی هر مردی که امروز دفن است، مردی مسلمان که محتاج دعا است، الهی پروردگارا ما به تو عذر و نیاز میکنیم، الهی بالایشان رحم بکن. الهی متوفایی که امروز فوت کرده بود پروردگارا بالایش رحم بکنی. الهی قبرش روزه از روزه های جنت بگردانی. الهی قبرش کندی از کندهای دوزخ نگردانی. الهی بالای تمام ما رحم بکن، بالای مرده های ما رحم بکن. الهی آخرین کلمه که از زبان ما در وقت جان کندن میبراید کلمه لا اله الا الله محمد مرگی من مگو عهدی جوانی یقین دارم شهادت زندگانیست به مرگی من مگو عهدی جوانیست یقین دارم شهادت زندگانیست جوانی خاک گردد زود بجز حق جمله موجودات فانیست جوانی خاک گردد ریا زود
بجز حق جمله موجودات فانیست سیته زور از ممرکن درهی حق به قلبم آرزوهای نهانیست سیته زور از ممرکن درهی حق به قلبم آرزوهای نهانیست به مرگی من مگو عهدی جوانیست یقین دارم شهادت زندگانیست به مرگی من مگو عهدی جوانیست